درود به شما همراهان عزیز فرونشست زمین به نزدیکی تخت جمشید رسیده است این خبر اولین بخش از اخبار این ساعت را به خود اختصاص می دهد در ادامه اخبار این ساعت مطابق روال برنامه های تحلیلی همراه خواهیم شد با آقای واحدی و در پایان می پردازیم به ادامه آتش در کشتی سونیون در نزدیکی سواحل حدیده یمن تا انتها با ما همراه باشید دوستان عزیز تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی رو متحمل شدند اگه محتوای ما رو میپسندید لطفا برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید فرونشست زمین به نزدیکی تخت جمشید رسیده است آلودگی هوا بحران کمبود آب و فرونشست زمین سه بحران زیست محیطی هستند که نه تنها حیات ساکنان استان فارس که بقای آثار تاریخی و باستانی این شهر را هم به خطر انداختند طی ماهای اخیر به تناوب گزارش هایی منتشر شد که نشان میداد فرونشست زمین برخی آثار باستانی استان فارس از جمله تخت جمشید و نقش رستم را تهدید میکند در یکی از آخرین گزارش ها نیز قاسم نهاوندی معاون محیط زیست اداره کل محیط زیست استان فارس خبر داد فرونشست زمین به نزدیکی تخت جمشید رسیده است این مقام دولتی علت فرونشست زمین در زمین های مجاور تخت جمشید را کمبارشی و برداشت غیرمجاز از آبهای چاهای نزدیک این اثر باستانی دانست و گفت این مسئله میتواند بحران ایجاد کند نهاوندی به سایت رویداد 24 گفت بیشتر چاههای نزدیک تخت جمشید مصرف کشاورزی دارند و برداشت از این چاهها در پی کاهش بارندگی ها افزایش یافته است اما این تمام ماجرا نیست زیرا تالاب مهارلو هم با آب همین رودخانه آلوده می شود معاون محیط زیست استان فارس به خشک شدن خرم رود و دیگر مشکلات زیست محیطی استان فارس نیز اشاره کرد و گفت صنایع شیراز باید از این شهر فاصله بگیرند و برای جانمایی جدید آنها آمایش سرزمین در نظر گرفته شود بر اساس نتایج مطالعات تخصصی دانشگاه شیراز در حدود 15 سال اخیر تمام دشت مرو دشت نشست کرده و وسعت و سرعت فرونشست زمین در این دشت پیشرفت قابل توجهی داشته است. داده های این مطالعه حاکی از آن است که در سطح زمین دشت مرو دشت شکاف های بسیار عظیمی به پهنای 50 تا 70 سانتی متر ایجاد شده و در دشت شیراز شامل محدوده دریاچه مهارلو تا شمال غرب شهر نیز نقاطی فرونشست کرده است. مخاطرات زیست محیطی در حالی به تهدیدی جدی برای سلامتی مردم و بناهای تاریخی استان فارس تبدیل شدهاند که طبق آمار رسمی نزدیک به 6 میلیون نفر در این استان زندگی می کنند و دهها اثر تاریخی و باستانی ایران در استان فارس واقعند که برخی از آنها از جمله نقش رستم، تخت جمشید، پاسارگاد، حافظیه، آرامگاه سعدی، مسجد و بازار وکیل برهه های مهمی از تاریخ ایران را نمایندگی می کنند. و اکنون به دلیل بحران های زیست محیطی مانند حجوم گل سنگ ها و فرونشست زمین در معرض تخریبند. این در حالی است که این استان و به خصوص شهر شیراز به دلیل موقعیت ویژه فرهنگی و تاریخی این ظرفیت را دارد که به یکی از بزرگترین مراکز گردشگری در سطح جهان تبدیل شود و درآمدهای غیر نفتی ایران را افزایش دهد اما دولت های جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات زیست محیطی استان فارس و دیگر استان های ایران نه از تجربه و دانش کارشناسان استفاده می کنند و نه برای مرمت نگهداری و محافظت از آثار تاریخی بودجه کافی اختصاص می دهند. علی بیت اللهی مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اواخر خرداد ماه ضمن هشدار درباره فرونشست زمین در های باستانی ایران به روزنامه اعتماد گفت اگرچه زودتر برای جبران خساراتی که به میراث تاریخی امان زده ایم اقدام نکنیم دیگر از نقش رستم و تخت جمشید و میدان نقش جهان اثری باقی نخواهد ماند اما میرسیم به بخش تحلیلی برنامه این ساعت و همراه میشویم با آقای واحدی صحبت های خامنه ای رو حتما شنیدید در جمع کسانی که دانشجو نامیده شدن توصیه میکنم اگر حزب اللهی اینجا هست برون اکثر رو نگاه کنه و خودشون بگن که تصاویر تصاویر دانشجو بود یا نه یا اگر حتی چند تا دانشجو در بینشون بودن برید جلوی هر کدوم از اسلامی ترین دانشگاه ها بیستید ببینید چند درصد از کسانی که وارد میشن یا خارج میشن شکلی هستن به حال به عنوان دانشجو مراقبت کردن بخوام این و حرف جدید خامنه ای نزد حرفی رو که آقای زیبا کلام دو سه روز پیش در گفتگو با آقای فرهودی گفته بود تکرار کرد آقای فر... زیبا کلام میگفتش که زندان شاه هتل پ... مسافرخونه بود زندان جمهوری اسلامی هتل پنج ستاره است الان خامنه ای گفت خدا رو شد که شما جوان ها اون دوران سیاه رو ندیدید باز هم اگر حزب اینجا هست اگر کسی است که همچنان یک آدم بیمار روانی مثل خامنه ای رو قبول داره و بهش احترام میذاره یه چرخ دور بر خودش بزنه یعنی چند درصد از کسانی که زمان شاه رو درک کردن الان حرف خامنه ای رو قبول دارن که الان شرایط بهتر از اون وقت نه بهتره میگه اون دوره سیاه بود و خدا رو شد که شما ندید به هر حرف جدیدی نبوده کاش که یه حرف جدید تر میزد آخر بعدی که رهبر جمهوری اسلامی حرف بزنه که آی زیبا کلام چند روز پیش گفته ایشون باید حرف جدید تر میزد مثلا یه چیزی بالاتر میگفت نمیدونم نمیدونم یه چیزی میگفت که خیلی شبیه اون مثال هتل پنج ستاره و مسافر خونه نباشه یک اشاره دیگه هم داشته که بی ارتباط به با صحبت امروز من نیست و اونی که جنگ بین حق و باطل همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت حالا در دوره شمشیر و نیزه یک جور بوده در زمان اتم و هوش مصنوعی جور دیگه حالا من واقعا نمیدونم شمشیر و نیزه خب بله جنگ های چند صد سال پیش شمشیر نیزه بوده اما مقایسهش با اتم و هوش مصنوعی حالا نمیدونم شاید همون میگن در جنگ های قدیم بعضی افراد نامردی میکردن کلک میزدن حالا را بحث هوش مصنوعی که میخواد بگه همین کلک زدن و و جز های همراه با فریب کاری های مصنوعی بعدا در مورد مثلا شیوه استفاده از روش های تبلیغاتی برای دوران جمع که دوره تبلیغات شعر و قصیده و حدیث یک جور در دوران اینترنت و کوانتوم یک جور دیگه خب به هر حال خامنه چند خلافه نشون میده که چرا انقدر نسبت به فضای مجازی عقده و کینه داره میفهمه که دیگه دوره انحصار خبررسانی، انحصار حدیث و شعر که فکر کردن در اختیار خودشونه، به خصوص حدیث که اختیارش از خودشون بود، حدیث جاهلیت که می‌خواستن هر هرکون شما گفتن گفتن درست، معتبره، به تواتر رسیده، نمیدونم از این حرفا، با که قبول نداشتن، نمیگفتن که ما که همین الان نه حدیث از پیغمبر و ائمه، حرفای خود خمینی رو هم سانسور می‌کنن، جرئت نمی‌کنن حرفای خمینی در بهش زهرا رو پخش بکنن. در مورد رو حدیث روایت همینطور هم به حال اینجا مشخص میشه که چون اینترنت در انحصار اینها نیست و در تسلط اینها نیست حسابش عقده دارن و تلاش میکنن که حتی هر چی که میتونن محدود کنن دوستان عزیز اگر لطف کنید بازم من خواهش میکنم اگر فکر میکنید که این برنامه دیدنش مفید هست برای دیگران لایک کنید که دیده بشه و البته به من هم کمک میشه که ایرادگیری ها و آزار و عذیت های این یوتیوب به من یه خود کمتر میشه حالا دیگه سر بسته میام خب بحث های خامنه مطرح شد و حالا ارتباطش با موضوع امروز چیه موضوع امروز خب طبیعتا همتون توقع دارید ساعت یک و دو نصف شب یک لایو رو کانال دوم بشم در مورد همین بحث حمله متقابل حزب الله لبنان و اسرائیل هر کونام روایت خودشونو دارن حزب الله لبنان ادعا میکنه که به حضور شما ارز کنم یه مراکز خیلی مهم رو زده و اسرائیل هم میگه که ما حمله پیش کردیم و بسیاری از تلاش های که این ساعت درستی دوشن. و بسیاری از موشک هایی که الله آماده پرتاب کرده بود و قبلا خونسا کردیم خب حالا ارتباطش با صحبت‌های ای چی به نظر میرسه که یک تفاهمی شده من قبلا خدمت شما گفتم به گمانم یک تلاشی پشت پرده داره انجام میشه که رجزخانیهای های خامنه ای و نیروهای نیابتیش رو به یک نحوی آبرومندان جمع جور بکنن هم یک کاری انجام داده باشن و هم خیلی خطر به جان نخرن به همین جهت اینکه بحث اینترنت رو مطرح کرد و فضای مجازی و نمیدونم کوانتوم و هوش مصنوعی به نظر میسه که میخوان فردا ادعا کنن که ما از طریق نفوذ و حک کردن و نمیدونم روش های هوش مصنوعی رفتیم یک پدری از اسرائیل در آوردیم که آثار 154 سال دیگه مشخص قرار شد اگه شما مردم نمیبینید تقصیر خودتونه که عمر نوح و خضر ندارید و یعنی کاری کرده آقا و حزب الله لبنان و دیگران که آثارش 145 سال دیگه مشخص خیلی عمیقه کاری که انجام بدون. من روی اینستاگرام و توییتر هم نوشتم واقعیتش این که در سالهای اخیر و به خصوص در ده یازده ماه اخیر بعد از حمله هفته اکتبر هم از مقامات جمهور اسلامی حزب الله لبنان حماس دروغ شنیدیم و هم از اسرائیلیا بدون رو از اسرائیل هم دروغ شنیدیم اما من اینستا نوشتم اینجا مرز من خدمت شما نسبت بین دروغهایی که جمهوری اسلامی میگه در عرصه‌های مختلف از جمله در مورد انتقام سخت پاسخگویی به بزن در روهای اسرائیل و سایر مسائلی که در داخل کشور چه سیاست داخلی چه سیاست خارجی نسبت دروغ‌هایی که جمهوری میگه با نسبت دروغ‌هایی که اسرائیل میگه درست نسبت متراژ امامه خامنه ای و حسن نصرالله و چادر بعضی از خبرنگاران ارشد بعضی از رسانه ها متراژ رو حساب کنید با متراژ کراوات نتانیاهو نسبت دروغ های جمهور اسلامی و نیروهای نیابتیش با نسبت دروغ های اسرائیل واقعا یه نسبتی خدا وکیلی عرض میکنم ما تأکید میکنم اسرائیل هم هم در تبلیغاتش و هم در ادعاهایی که میکنه دروغ هست اما نسبتشون در این نسبته خب بحثایی که مطرح شد به نظر میسه خامنه الان داره تلاش میکنه به نحوی جه... موضوع به یک جهتی برای درست این کاری که حسن نصرالله کرد حسن نصرالله سخنرانی کرده بعد از حملاتی انجام دادن یه ادعای میکنه که نر قابل رد نه قابل اثبات ما یک مرکز یک پادگان مهمه اه، یه لحظه زیده. سیام من وسط لایف هستم حضرت آقای بیدر من شما می زن میزنم ببخش عرض به حضور شما که اه یک ادعایی کرده حسن نصرالله که نقابل قابل میگه ما یک پادگانی که از اونجا حمله کردن فعاد شکر رو کشتن زدیم حالا فرض کن اصلا پادگان رو زدن حاصلش چیه و میگه ما عین حرفایی که جمهوری در مورد فیکل اسد میزد که ما اصلا دنبال کشتن انسان ها نبودیم فقط میخواستیم قدرت نمایی کنیم حالا حسن نصرالله همین هم حرف زده به نظر میاد از شروعش حسن نصر این طوری مسئله مطرح میکنه که ما فقط میخواستیم قدرت نمایی کنیم همین حرفایی که رجزخانه که جمهوری اسلامی میکنه ها هم گفتن ما حتما پاسخ خواهیم داد تا حالا پاسخ هم دادیم اگرچه ضربه ای که هم حوسی ها خوردن هم حزب الله لبنان خوردن هم جمهوری اسلامی خورده واقعا اگه بخوایم تراز بگیریم و بخوایم نسبت برقرار کنیم اصلا قابل مقایسه نیستن همین. به هیچ وجه یعنی کشتن فؤاد شکر با اینکه شما پادگانی که از اونجا پا... شکر کشتن به ادعای خودت میگی از اون پادگانی که فعادشک رو کشتن زدم خب حالا مثلا شما بگو من زدم اون پادگان مرکز نمیدونم موشکیشو از بین بردم مرکز آشیانه هواپیمای جنگیشو از بین بردم دو تا هواپیمای اف 35 از بین بردم نه اصلا مثلا یه جایی که یه اف 35 رد بود خط لاستیکش افتاده بود به اون خط لاستیکی زدم نه خود لاستیک یه ای چیزی ولی حالا برای ادعای میکنن که قابل رد و اثبات نیست و فکر میکنم ادعاهاشون یه مقدار برای مصارف داخلی خودشونه یه مقدارم برای مصارف داخلی جمهوری اسلامی که این میگم با حرفای خامنه‌ای به نظر من یه جورای خامنه‌ای حالا بخواد بگه ما این کاری داریم انجام میدیم دیگه رفتیم تو فضای کوانتوم و هوش مصنوعی و این حرفا و ادعا میکنن هک کردیم کما که یه هم گفتن که سیستم مترو تل و هک کردن یادتونه که که مشخص اصلا همچی سیستم وجود نداره یا بعضی ادعاهای عجیب غریبی که در مورد مسائل دیگه کردن من مجموعه خبرهایی که از شب تا منتشر شده وقتی نگاه میکنم قبل از اینکه بیام شروع کنم صحبت کردن دیدم که CNN داره با سخنگوی سابق ارتش اسرائیل که الان یک مرکز تحقیقاتی را انداخته کسی بود روز اول هر روز چند بار مصاحبه میکرد و شبانه روزم بیدار بود الان رفته یک مرکز تحقیقاتی برای خودش را انداخته با اون صحبت میکرد با بعضی از کارشناسای آمریکایی صحبت میکرد و روی یک نکته دارن تاکید میکنن این خیلی مهمه و نکته این که ما باید حتی این سخنگوی سابق ارتش اسرائیل میگفتش که ما باید پیشنهاد پرزیدنت بایدن که در ماه جولای مطرح شده رو انجام بدیم قبول بکنیم چهل و دو روز فرصت داریم اگر به نتایجی که میخواستیم رسیدیم برستیم که مسئله نیست که گروگانمون آزاد شده اگر نه باز هم فرصت داریم برای شکست کامل حماس حالا این که سخنگوی ارتش اسرائیل جالبه که در اینجا که میشه سخنگوی ارتش اسرائیل موضعش دقیقا با موضع حماس تحت کنترل یحیا سنوار یکیه یحیی سنوار هم گفته که ما فقط دنبال اجرای پیشنهاد آتش بس ماه جولای بایدن هستیم این حرف موقع اهمیت پیدا میکنه که برید همین ده روز پیش 15 روز پیش یک ماه پیش در تمام روز اینکه میگم نه اینکه تردید داشته باشم حتما اگه نگاه کنید 10 روز پیش 15 روز پیش 20 روز پیش یک ماه پیش سه ماه پیش تا تا 11 ماه, ماه پیش که حدود 11 ماه پیش که حملات 7 اکتبر انجام شده حماس حزب الله لبنان جمهوری اسلامی جهاد اسلامی همه گروه های مثلا مبارز فلسطینی و جمهوری اسلامی همشون هم دیگه همواره گفتن که مقصر اصلی همه جنایت های اسرائیل آمریکاست و آمریکا داره فریب کاری میکنه تظاهر میکنه حتی اگر پیشنهادات آتش بس همیده دروغ میگه خیلی علنی گفتن پیشنهادات آتش بس های که پیشنهادات از اون غلط هایی که همه مهادت کردن پیشنهادهای پیشنهاد های آمریکا فریب کاری برای کمک به اسرائیل و به ویژه حتی کمک به نتانیاهو با اینکه خب الان اختلاف نظرای بین آمریکا نمیتونه با اسرائیل به عنوان موجودیتی به اسرائیل مخالفت کنه و با نتانیاهو میتونن مخالفت کنن بعضی از افراد سیاسی هم در داخل چه فعالان سیاسی چه نظامی چه افراد مختلفی که مرتبط با اسرائیل هستن اونها حساب اسرائیل سعی میکنن از حساب نتانیاهو جدا کنن ولی به هر حال ادعایی که همواره هم حزب هم الله لبنان داشته جهاد اسلامی فلسطین حماس سایر فلسطینی و جمهور اسلامی حوسی های یمن هشت و عراق و همه گروه که به نحوی حالا یا نیابتی جمهور اسلامی هستند یا پول های دزدی جمهور اسلامی از جیب مردم رو از جیب مردم ایران رو میخورن و البته اگه لازم باشه توف تو صورت جمهور اسلامی هم می همه اینها همراه همدیگه مرتب گفتن که آمریکا اصلا ام فساده مادر همه فتنه همه چیزی رو سر خود آمریکاست حالا حماس رسما میگه که ما فقط به دنبال اجرای پیشنهاد آتش بس بایدن در ماه جولای هستیم این روزه در کنار اینکه حسن نصرالله گفته که ما انتقاممون برای فعاد چک تموم شد ما کاری که میخواستیم انجام داریم ضربه اساسی به اسرائیل زدیم و تموم شده یعنی عملا حزب الله معمول شده از یک حدی بهانه سازی برای اسرائیل خودداری کنه بهانه نده دست اسرائیل که حمله مجدد بکنه یحیا سنوار و گروه حماس میگه که ما دنبال طرح صلح طرح آتش بس بایدن هستیم و قسمت سومش هم که جمهوری اسلامی قرار فردا نخست وزیر قطر یک سفر طبق اعلام قبلی مهم به جمهوری اسلامی داشته باشه و مذاکره کنه با مقامات جمهوری اسلامی طبیعتا مشخصه که نخست وزیر قطر نمیره ایران که بگه آقا بیاید سهمتون از میدان گازی پارس جمهوری بردارید اون بیاد پول سهم خود خامنه رو میده و در واقع تاییدیه میگیره که اینها جمهور اسلامی در حد استحقاق ایران و سهم ایران برداشت نمی کنه از اونجا و یه عرض میکنم یقینا نخست وزیر قطر نمیخواد بیاد به خامنه بگه چرا از میدان یا به پزشکیان یا به هر کسی که باش مراقبت میکنه بگه چرا شما از میدان پارس جنوبی و اندازه ما برداشت نمی کنید بنده خود ما برداشت میکنید حتما در مورد مسئله غزه است و اینکه همزمان شده با این بیانیه حماس و بازی ناشیانه البته برای فریب احمق که در جمهوری اسلامی یا در لبنان هستن و اینها رو باور دارن برای فریب اونها بعد نیست که ما زدیم یک پادگانی هم زدیم که اوف نمیدونید چی بود میگفتن طرف داشت که را میرفت خندیدن یکی گفت چرا میخندی؟ گفت یه جوکی برای خودم گفتم تا حالا اصلا نشیده بودمش خیلی خنده‌دار بود حالا حزب الله لبنان هم یه پادگان زده اوف نه اسرائیل میشناستش نه حزب الله لبنان من نمیخوام میگم حزب الله لبنان کاری کرده یا نکرده اما اینکه 20 شش روز بعد از کشتن فعاد شکر با این همه سرسره که گفت اولش تکذیب کردن گفتن ما نفر دوم نظامی برای دوستانی که ممکن ندونن نفر اول نظامی حزب الله و نفر دوم سازمان حزب الله بود که اسرائیل رو کشتنش در یک ساختمونی که فقط برای چند دقیقه رفت پیداش کردن و کشتنش حزب الله لبنان اول اومد ادعا کرد فکر کردن میتونن مخفی کار کنن ادعا کرد که بله فاچک تو اون ساختمان بوده اما چند دقیقه قبل از حمله اسرائیل خارج شده بعد از 24 ساعت گفتن نه ما داریم ساختمون رو حفاری میکنیم زیرا آوار ببینید و بعد از 48 ساعت گفتن از زیر آوار اومده بیرون حالا بعد از همچین حادثه میگن ما انتقام فا... فعاد رو گرفتیم از طریق شلیک موشک به پادگانی که از اونجا حمله شده برای کشتن فعاد حالا میگم شما بیا ثابت کن درست یا غلط اینا رو کنار هم دیگه میذاریم بی... من فقط به یک نتیجه میرسم با اون که همه اینها در هم رفتار خامنه ای در این مدت من امروز دیدم که و هم گفته که ما اول گفته ما یک ضربه شدید و محاسب محاسبه شده به اسرائیل خواهیم زد در انتقام حمله که اسرائیل در داخل خاک ایران به اسماعیل هنی کرده و هنیگر کشته و بعد با گفته که ما قادر هستیم ضربه محکم به اسرائیل بزنیم اما برخلاف اسرائیل که به دنبال افزایش تنش و ناآرامیه ما به هیچ دنبال افزایش تنش نیستیم ادامه آتش سوزی در کشتی سونیون در نزدیکی سواحل حدیده یمن شش روز است که آتش سوزی در کشتی یونانی سونیون که در سواحل شهر هدیده در غرب یمن هدف اصابت حمله حوسی ها قرار گرفت همچنان ادامه دارد معموریت نیروی دریایی اتحادیه اروپا در دریای سرخ اسپیدوس دوشنبه پنج شهریور در بیانیه اعلام کرد دست کم پنج مکان در سطح اصلی کشتی دچار آتش سوزی شده است این بیانیه همچنین با انتشار تصاویری تاکید کرد اطراف دهانه ی مخازن نفت کشتی در گیر است. اسپیدوس در این حال خاطر نشان کرد تا این لحظه هیچ نشانه ای مبنی بر نشت نفت به دریا مشاهده نشده و کشتی همچنان در همان مکانی که هدف حمله حوثی ها قرار گرفت، در آبهای بین لنگر انداخته است. در بیانیه ی اسپیدوس ضمن توصیه به تمامی کشتی ها در منطقه برای اتخاذ همه جوان به احتیاط آمده است که سونیون خطری غریب الوقوع در ابعاد ناوبری و زیست محیطی به شمار می آید. بیانیه اسپیدوس یادآور شد این حملات نه تنها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی بلکه تهدیدی برای جان ملوانان و محیط زیست این منطقه ایجاد کرده است از سوی مسئولان بنادر یونان اعلام کردند این کشتی متعلق به شرکت باربری یونانی دلتا تانکرز با 25 خدمه شامل 23 فلیپینی و دو روسی از عراق به مقصد بندری در نزدیکی آتن در حرکت بود. در همین حال متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه در بیانیه‌ای هشدار داد حملات حوسی ها در بردارنده تهدید نشت یک میلیون بشک نفت به دریای سرخ است که چهار برابر از فاجعه اکسون والدز در سال 1989 که بزرگترین بلایی زیست محیطی در تاریخ ایالات متحده است بیشتر است. میلر افزود در حالی که خدمه کشتی تخلیه شدند به نظر میرسد حوسی ها مصمم به غرق کردن کشتی و محموله آن در دریا هستند کشتی سونیون سومین کشتی است که بعد از دو کشتی دلتا بلو و دلتا آتلانتیکا این ماه در دریای سرخ هدف حمله قرار گرفته است سپاس که تا پایان همراه بودید لطفا نظرات ارزشمند خود را برای ما بنویسید و با به اشتراک گذاری ویدیوها در انتشار آگاهی سهم باشید